با سلام و درود فراوان بر شما بینندگان تلویزیون ایران آریایی، من زینا تهرانی هستم. امروز طبق معمول هر سه شنبه در خدمتتون با برنامه‌ای به نام مردم، و امیدوارم که حال همگی خوب باشه تا این ساعت و در ضمن وقتم داشته باشیم که با هم برای دو ساعت بتونیم گپی بزنیم و صحبتی بکنیم، ببینیم چه خبره در دنیا. هر روزی که میگذره انقدر خبرهای عجیب غریب به وجود میاد که نمیدونیم واقعا. من میگم دیگه دقیقه فردام نیست، دقیقه از ساعت قبل. حقیقتا زندگی به اونجا داره میکشه متاسفانه، که نمیدونیم واقعا چه اتفاقاتی در دنیا داره میفته و متاسفانه مردم بیگناه همه دارن به دست این اسلامیونه که دم از اسلام میزنن، که من نمیدونم چگونه اسلامی است که اجازه میده جون انسانها گرفته بشه. من فکر نمی کنم به شخص خداوندی همچین دینی رو قبول داشته باشه، خداوندی که خودش بشرشو به وجود میاره و خودش اجازه جون گرفتن رو داره. ولی متاسفانه یه مش آدمای خبیث مذهبی عقب افتاده‌ای در دنیا هستن که دارن جون انسان‌های بیگناه و هر روز در خطر می‌گذارن و می‌گیرن، و باید دنیا به خودش بیاد. حقیقتا دنیایی که تا به امروز فکر کرده دموکراسی رفتار میکنه، و این آدمایی که از روز اول هر کدوم به هر نوعی در هر جای دنیا پا گرفتن، باید از همون روز اول اینها رو ریشه‌شون رو میزد. متاسفانه نزدن و امروز ما دچار یه همچین گرفتاری هایی شدیم که معلوم نیست عاقبتش به کجا خواهد کشید. امیدوارم که کشورهای بزرگ دنیا واقعا دست از خودخواهی هاشون بردارن و به فکر مردم بیچاره و درماندهی بیافتن که الان میلیون ها آدم در بدرن تو این سرمای زمستون، نه جایی دارن، نه پناهی دارن، نه خوراکی دارن، نه میدونن آیندهشون چه خواهد بود. این بچه های نازنینی که همه در بدر شدن، نه مدرسهی دارن، نه آیندهی برای خودشون میبینن. چه گناهی کردن که در دنیای امروز یه عده باید در ناز و نعمت باشن، بچه هاشونو با ماشین و هر چیزی که در اختیار دارن ببرن مدرسه و بیارن، در ماشین گرم بشونن، در مدرسه خوب ببرن بگذارن که تحصیل بکنن. آیا حق اون بچه هایی که الان درمانده و آواره شدن از شهر و دیار خودشون، از سرپناه خودشون، آیا اونها حق ندارن؟ اونها حق ندارن که زندگی راحتی داشته باشن؟ آیا اونها حق ندارن در ماشین گرمی بشینن و برون به سوی مدرسهشون؟ فقط کسایی که پول دارن، فقط کسایی که قدرت دارن باید این کارا رو بکنن؟ نمیدونم والا. در کشور خودمون که انقدر دربدری و بیچارگی فراوون شده، قدری گرفتاری ها هر روز بیشتر میشه، نمیدونه آدم قصه کشورشو بخوره یا قصه کشورهای دیگرم بخوره. در هر حال همه انسان هستن، از دید من همه باید در پناهی باشن که احساس آرامش و آسایش بکنن. امروز مهمان عزیزی داریم، آقای حیدری هستن در خدمتشون. با ایشون یه مقداری صحبت داریم در مورد اینکه در اروپا چه میگذرد. آقای حیدری با درود به شما، خیلی خوش آمدید به برنامه با مردم. منم خدمت شما و بینندگان برنامه‌تون سلام دارم، در خدمت شما هستم. متشکرم از اینکه قبول کردین با ما باشید امروز. آقای حیدری، این مسائلی که هر روز داره در دنیا به وجود میاد، به خصوص در اروپا، خیلی انعکاس شدیدی داشته. آیا نظر شما در این مورد چیست و چه کار باید کرد حقیقتا؟ خب در حقیقت
امروز میبینیم که کشورهای غربی نتیجه مماشاتی که در واقع با بنیادگرایی اسلامی در طول این 30 سال گذشته داشتن رو دارن متحمل میشن و بازخورد همون فعالیت هایی که در منطقه خاورمیانه و به خصوص در هولوش کشور ما ایران اینها انجام دادن، امروز میبینیم که دامنگیر خودشون شده. یعنی حمایت هایی که اومدن از جهادگران افغانی در زمان اشغال افغانستان توسط شوروی سابق انجام شد و همچنین اقداماتی که برای حمایت از خمینی و تشکیلات اون در ایران انجام دادن و به دنبال اون اتفاقاتی که در عراق و در سوریه افتاده، ما میبینیم که الان به سمت و سوی داریم میریم که این بحران به خود اروپا و کشورهای غربی داره سرایت میکنه و عدم موضع‌گیری که باید در موقع لازم توسط غرب انجام میگرفت، یعنی همون موقعی که خمینی اعلام کرد که باید سلمان رشدی کشته بشه و چنین فتوایی داده شد و غربی ها بعد از مدتی برگشتن و با جمهوری اسلامی دوباره شروع کردن به همکاری کردن، این نتیجه همون اقداماتیه که خود اونها انجام دادن و امروز میبینیم که مردم خودشون هم در آستانه خطر و بحران های این چنینی قرار گرفتن. در مورد خامنه ای صحبت بکنیم، ببینیم این بیماری خامنه ای واقعا تا چه حد اثر گذاشته روی اصلاح طلبان و اصولگران. اینا مثل که جناحی هستن که افتادن به جون هم دیگه. خب در هر صورت آقای خامنه ای بعد از این عمل مشکوکی که انجام دادن و تحت عنوان بیماری پروستات مطرح کردن، عملا نشون داره میده که وضعیت ایشون وضعیت مناسبی نیست و اصولگرایان تندرو که در بیت آقای خامنه‌ای در واقع مستقر هستن و نیروهای سپاه که تا حدودی به خود آقای خامنه‌ای این قدرتی که دارند رو مرهون هستن، اینها همگی آشفته شدن از اینکه مبادا اتفاقی بیفته و در نهایت نتونن اون پروسه‌ای رو که به دنبالش هستن و جانشینی آقای خامنه‌ای رو به نحوی هدایت کنن که فردی باشه که مورد تایید اونها باشه، میبینیم که الان در حال درگیری با بقیه گروه‌های از جناح‌های اصلاح طلب و جناح‌هایی هستن که عموما همه اینها در حفظ نظام با هم همکاری میکنن، ولی برای اینکه سهم بیشتری از این خانی که پهن شده داشته باشن، خب با هم دارن رقابت میکنن. خب حالا اینقدر رقابت کنن بالاخره، ولی ما شنیده بودیم که این پسرشو مثلی که میخواد جانشین خودش کنه. خب یک سری صحبت‌های بعد از وقایع سال 88 به صورت علنی مطرح شد و حمایت‌هایی که آقای مجتبی خامنه‌ای از احمدی نژاد و نیروهای خودسری که وابسته بهش بودن انجام داد، این شایعه رو ایجاد کرده بود که ایشون کاندیدای بعد از پدرشون خواهند شد. ولی به نحوی که داریم مشاهده میکنیم، با توجه به اینکه بیشتر قدرتی که در داخل جمهوری اسلامی الان در دست نیروهای وابسته به سپاه نهادینه شده و بیم این میره که در این رقابتی که بین اصولگرایان و اصلاح طلبان داره صورت میگیره، نیروهای تندروی وابسته به سپاه، اما سپاه قدس، اینها بتونن دست بالا رو داشته باشن و باعث بشه که مملکت به حالتی بیفته که خدای نکرده دست نیروهای نظامی بیفته که تندروتر از حتی همین روحانیون حاکم بشه. یعنی میشه حد زد ممکنه یه روزی واقعا این سپاه پاسداران یا بقیه یک کدوم واقعا یک انقلابی به وجود بیارن؟ من فکر نمی کنم انقلابی به نفع مردم انجام بدن اینها. در هر صورت اینها همون گونه که خود آقای روحانی که سالیان سال در نهادهای امنیتی در جهت حفظ نظام جمهوری اسلامی همکاری داشته، عنوان میکنه که تمام ابزارهای قدرت در دست سپاه قرار گرفته و اونها راحت دارن هر اقدامی رو انجام میدن، این در واقع نشون دهنده بوی خطریه که اینها به مشامشون رسیده و فکر میکنن که در نهایت اگر نتونن بر سر جانشینی خامنه ای به تفاهم برسن، نیروهای سپاه این قدرت رو دارن که بتونن اونها رو از صحنه قدرت ایران خارج کنن، در واقع کودتا کنن. نه در هر صورت به نوعی که بتونن به کمک همین روحانیونی که وابسته بهشون هستن از طیف آقای مصباح یزدی یا علم الهدا و آقای مثل خاتمی جنتی، اینها افرادی هستن که
امروز هرچی دارن رو مرهون همین قدرت سپاه و روب و وحشتیه که سپاه ایجاد کرده دارن و لذا وقتی نتونن اون فرد مورد نظر خودشون رو به قدرت برسونن، با سپاه به راحتی میتونن کنار بیان برای اینکه بتونن فرد مورد نظر اونها در واقع حاکم بشه. بله. و اما در مورد نفت صحبت بکنیم که هر روز داره قیمتش پایین میاد و امروز در هر حال به 55% کمتر از گذشته رسیده. آیا شما فکر میکنیم باز هم پایین میاد؟ خب با توجه به بحران هایی که در منطقه وجود داره و از اونجایی که کشور عربستان هنوز روی مواضع خودش ایستاده، احتمالاً شاید قیمت نفت با نزدیک شدن به فصل گرما کاهش بیشتری پیدا کنه و این برای جمهوری اسلامی و گروه‌هایی مثل در واقع حماس، حزب الله و اونهایی که به نوعی از این منابع نفتی ایران بهره مند می‌شدن زنگ خطریه که به صدا در اومده، از طرفی هم برای روس‌ها هم برای کشور ونزوئلا که اینها هم پیمانان در واقع ایران هستن که از این کاهش قیمت نفت دارن ضرر عمده‌ای می‌بینن و حتی فرستاده‌های در واقع دولت ایران برای اینکه بتونن با کشورهای عربی به یک تفاهمی برسن هم به بی‌نتیجه مونده و آنها فقط به دنبال این هستن که بلکه بتونن از طریق یک توافق با غرب و به خصوص آمریکا بتونن بخشی از این منابع مالی رو که بلوکه شده در غرب رو به دست بیارن تا بتونن مشکلات داخلی که الان به خاطر کمبود بودجه و کسر بودجه‌ای که دولت داره و برای پرداخت یارانه به مردم مشکل داره رو تامین کنن. یعنی در واقع ایران که الان دیگه ذخایر ارزی و نفتیش دیگه همه از بین رفته، از چیزی نداره، این چطور میتونه دوام بیاره حقیقتا؟ در هر صورت این چاهای نفت ایران خب همون گونه که خود مقامات وزارت نفت ایران هم گفتن، به خاطر اینکه سالیان سال فقط ازش بهره برداری کردن و با تجهیزات جدید اونها رو بازسازی نکردن، عملا باعث کاهش تولید خود ایران هم شده بود و این اتفاقاتی هم که الان افتاده مزید شده و عملا باعث شده که جمهوری اسلامی نتونه به اون منابع پولی که لازم داره برای کارهایی که در منطقه داره انجام میده. و این نکته ای هستش که ما میبینیم که عملا به دنبال این هستن که بلکه بتونن با توافق با غرب از این منابعی که در غرب بلوکه شده استفاده کنن تا بلکه بتونن برای چند سبایی بیشتر این نیروهایی رو که تو منطقه به دنبال ایجاد آشوب هستن در سوریه، در عراق و در لبنان و حتی یمن و بحرین، اینها رو بتونن در صحنه داشته باشن، چون اینها نیاز به منابع مالی دارن و در واقع بودجه ملت ایران خرج این گروه ها داره میشه و خود مردم ایران همون گونه که شاهد هستین از نظر اقتصادی وضعیتشون، اکثریت مردم ایران وضعیت بدی پیدا کردن و زیر خط فقر در واقع اکثر اقشار آسیب پذیر از کارمندان، کارگران دارن زندگی میکنن و چه بسا چند شیفت باید کار کنن تا بتونن مخارج زندگی خودشون رو تامین کنن. اتفاقا اشاره خوبی کردید به اینکه قیمت نان دو برابر شده و واقعا مردم وقتی دیگه آب که قطع کردن ازشون، آب درست حسابی که ندارن بخورن، حالا نونم که ازشون داره گرفته میشه، پس دیگه مردم چی باید با چی زندگی کنن حقیقتا؟ در حقیقت میگم وضعیتی که الان در ایران هست به خصوص برای اقشار آسیب پذیری که در جامعه هستن وضعیت اسفناکیه، چون وضعیت آب و هوا بسیار بده، آلودگی هوا در تهران برای کسانی که بیماری های قلبی دارن عملا باعث شده که این فرضیه به عنوان اینکه مرگ خاموش در بین ایرانیان افزایش پیدا کرده، بدون اینکه حتی خود دولت هم بیاد اینها رو اطلاع رسانی کنه، مشخصه در بین خانواده ها و افرادی که باهاشون بعضا دوستان ما تماس داشتن صحبت کردن وضعیت خیلی بده و به خاطر کمبود دارو و مشکلات تغذیه‌ای، عدم استفاده مردم از لبنیات به خاطر گران شدن قیمت اونها، نکاتیه که باعث میشه که حتی عوارضش برای نسل‌های بعدی هم باعث خطر باشه. بله واقعا من نمیدونم مردم با چی باید زندگی کنه. البته ما مردممون در ایران میدونیم دو دستن، یه دسته که واقعا قادر هستن حسابی خرج کنن، معلوم نیست این پولای بادآورده را کجا آوردن، و یه دسته هم هستن که واقعا زیر فقرن. در حال خود معلمین الان اعتصاب میکنن، کارگران اعتصاب میکنن و حقشون رو میخوان. من نمیدونم چرا ملت ایران با تمام این مشکلات که داره براشون به وجود میاره و کارگرا، آخه مگه میشه در کجای دنیا میشه کارگری بره کار بکنه
حالا یه ماه، دو ماه، شیش ماه، یه سال، دو سال، مگه میشه که حقوقشو نگیره و نتونه موفق بشه که حقوقشو بگیره؟ این خودش خیلی مسئله مهمیه. آیا شما فکر میکنی این کارگرا بالاخره به زودی یک شورش عظیمی رو به وجود میارن؟ شرایط ایران مثل آتش زیر خاکستر میمونه، ولی متاسفانه به خاطر نبود انسجام و ایجاد شبکه‌های منظم که بتونن اینها با همدیگه همکاری کنن و نبود یک اپوزیسیون قوی که بتونه این گونه موارد رو هدایت کنه و هماهنگ کنه، منجر شده که ما میبینیم که وقتی با کنشگران داخل صحبت میکنیم همه از ایجاد رعب و وحشتی که رژیم ایجاد کرده صحبت میکنن و نبود یک اتحاد و انسجام بین نیروهای مختلف، و این باعث شده که جمهوری اسلامی از این فضا استفاده کنه و با ایجاد شایعه‌هایی از جمله اینکه مثلا در زمانی که قرار بود به نوعی هی صحبت از این بود که مسئله جنگ یکی از گزینه‌هاست و این گزینه همواره در دستور کار کشورهای غربی است، جمهوری اسلامی از این سوء استفاده می‌کرد که اگر ما بخوایم در واقع این مسائل رو ببریم جلو به سمت جنگ می‌ریم، یا الان بحث این که اگر ما بریم ایران تبدیل به یک سوریه یا یک عراق میشه یا افغانستان میشه. این نکاتیه که در داخل کشور باعث شده عملا اون افرادی که به دنبال مسائل اقتصادی خودشون هستن و با جمهوری اسلامی مشکل پیدا کردن، مثل معلمان، کارگران، کارمندان، اینها هیچ کدومشون به دنبال این نیستن که برخیزن و بخوان این نظام رو تغییر بدن، چون که اونها به این نتیجه رسیدن شاید که بر اساس همین شایعات رژیم که آینده بعد از این رژیم یک آینده مثل دولت اسد باشه یا ایران تبدیل به یک افغانستان یا یک عراقی بشه. به خاطر همین ما میبینیم که میخوان به نوعی با این اصول گرایان و این اصلاح طلبان به تفاهم برسن و این نکته ای هستش که عملا رژیم داره بهره برداری میکنه و متاسفانه همونجور که گفتم نبود یک اتحاد بین اپوزیسیون در خارج از کشور و داخل هم مزید بر علت شده و ما میبینیم که اکثر این فعالیت ها و اکثر این اعتراضات بی نتیجه تموم میشه و عناصری که سازنده این تحصن ها یا اعتراضات هستن توسط عوامل رژیم دستگیر میشن و بقیه هم سکوت خواهند کرد و میبینیم که اکثر این فعالیت ها توسط رژیم در واقع سرکوب شده تا حال. بله متاسفانه. در مورد این افرادی که اسید پاشیدن چند وقت پیش، هیچ گونه اطلاعی دولت در اختیار مردم نذاشت که آیا ما شناسایی کردیم، آیا گرفتیم، یا این کار کردیم اون کار کردیم، برای که از خودشون بوده. ولی الان این قاضی معتزوی و بابک زنجانی و اینا که دستاشون دیگه رو شده، در واقع اینا رو نمیان به مردم بگن ما اینا رو گرفتیم و داریم مجازات میکنیم. منظور من اینه که اینا هر کسی که مربوط به خودشون هست خوب پروتکتش میکنن، ولی اگر یه نفر بیاد یه دزدی کوچولو بکنه فوری اونو میارن و علم میکنن و نشون میدن و تو خیابونا میچرخونن و در واقع توهین به یک انسان میکنن. آیا شما فکر میکنین که واقعا به زودی اینا بتونن در این مسئله که با هم زد و خوردهایی که دارن بشه، که مثلا بابت که زنجانی هایی رو یا مرتضوی، قاضی مرتضوی که این همه جنایت کرده و با احمدی نژاد دستش توی کاسه بوده، آیا واقعا به نتیجه خواهیم رسید؟ خواهیم دید محاکمه میشن؟ من فکر نمی کنم با وجود این در واقع نظام و این قوهی که الان توسط آقای خامنه‌ای در واقع به عنوان قوه قضایی در اختیار آقای لاریجانی قرار داده، به جایی برسیم و اینها همگی دستشون توی یک کاسه است و همه اینها در واقع توسط خود ولی فقیه و عوامل دست اندرکار بیت رهبریش این اقدامات رو انجام دادن و اینگونه نیستش که در واقع کسی به صورت خودسر اومده باشه و بخواد اموال دولتی یا بیت المال رو به گفته این آقایون به این راحتی تصاحب کنه، کما اینکه خود وزیر نفت جمهوری مصاحبه تلویزیونیش عنوان کرد که یک همچین فردی مثل بابک زنجانی به تنهایی نمیتونه میلیاردها دلار پول ملت ایران رو جابجا کنه، این توسط عوامل دیگه‌ای که هم وزیر نفت اینو میدونه، هم خود بیت رهبری و هم در واقع مردم ایران میدونن، تمام این فساد و تمام این راندها و این مشکلاتی که در داخل کشور هست همه نشأت گرفته از رفتار خود آقای خامنه‌ای است که بدون اینکه به کسی جواب پس بده سالیان سال بر
قدرت تکیه زده و با هر گونه مخالفتی هم میبینیم به شدت برخورد میکنه و همونجور که شما هم الان فرمودین میبینیم که افرادی که میان به مردم تعدی میکنن، اسید میپاشن، اینها همه گماشتگان خود اینها هستن، وگرنه اینها به راحتی میتونن این افراد رو شناسایی کنن. اینها صحبت از وزارت اطلاعات قویشون میکنن که میاد میره آقای ریکی رو در اون ور آبهای ایران دستگیر میکنه و به ایران برمیگردونه و کارهای دیگه ای که در خارج از کشور ترورهایی که دارن دست میزنن و گروهای مختلف رو همونجور که آقای علوی هم گفت میگن به تیر غیب مبتلا میکنن، اون وقت در داخل کشور با این مسئله مثلا اسید پاشی میبینیم چه گونه برخورد میشه و یا با این دزدی هایی که انجام شده و این اختلاس هایی که انجام شده آقای خامنه ای خیلی راحت میاد میگه موضوع رو نباید کش داد و قضیه رو ختم به خیر اعلام میکنه به خاطر اینکه دست خودش و تمام نیروهای بیت رهبری در داخل این مصیبت ها در واقع درگیره. آقای هیدری، میدونی برای من یه مسئله که هست اینه که ما در کشور خودمون ایران ما چند گروه داریم. یه گروه که خود همین بیت رهبری و خامنه ای و بقیه که بهش وابسته هستن، یه دم که از قبال اینا دارن نون میخورن و یه دم که بیطرفن و نشستن و خیلی هم ساکت و خاموشن. میمونه ما یه عده دیگه داریم که اینها هنوز بعد از 36 سال این رژیم رو قبول دارن و در سادگیشون و عقب افتادگیشون هنوز دارن این رژیم رو پشتیبانی میکنن بدونی که پولی هم بگیرن. میدونین منظور من چیه؟ ما باید با این گروه چیکار کنیم؟ برای که الان جمهوری اسلامی هم خرافات رو بیش از حد زیاد کرده در ایران، مردم با خرافات سرگرم کرده، یکی هم که مردم رو در چی میگن به قول معروف در کناری گذاشته برای روز مبادای خودش که میخواد یه شورشی به وجود بیاره علیه مردم واقعی بتونه از اینا استفاده کنه که همین باز هم ساده لوها هستن. ما با این گروه چی کار میتونیم بکنیم حقیقتا؟ ببینیم در واقع این افرادی که شما عنوان میکنیم به عنوان ساده لو، اینها همون افرادی هستن که به نوعی از این وضعیت دارن بهرمند میشن، وگرنه افرادی که دارن در این حکومت زندگی میکنن و مشکلات عدیدهی توسط این حکومت برشون ایجاد شده، عملا در داخل خانواده ها ما میبینیم که منتقدن و نسبت به جریانات حاکم انتقاد دارن و همین وقایع سال 88 دیدیم که میلیون ها ایرانی به خیابون ها اومدن به خصوص در تهران و انتقاد داشتن به شرایط موجود، ولی نبود یک رهبری، نبود سازمان هایی که بتونه اونها رو دور همدیگه جمع کنه و اونها رو تو صحنه نگه داره، باعث این شد که رژیم خیلی راحت بتونه اونها رو سرکوب کنه. از طرفی خود آقای خامنه ای سالیان ساله که به کمک عواملی که داره تحت عنوان گروه های مختلفی که تبلیغات انجام میدن، ما میبینیم الان در جمهوری اسلامی کوچکترین کاری که اینا انجام میدن و روش میان مکررن تبلیغ میکنن، صدا و سیما عملا آزاد نیست، در اختیار اینهاست و هیچ گونه رادیو یا تلویزیون آزادی در داخل ایران فعالیت نداره و سازمان تبلیغات اسلامی و گروه های موازی که آقای خامنه ایجاد کرده مکررن دارن مردم رو بمباردمان خبری میکنن و اونها رو به حالتی در میارن که نسبت به آینده و اینکه بخوان با این رژیم وارد مبارزه بشن و بخوان در واقع این رژیم رو ساقط کنن، عملا نشون داره میده که آینده خوشی براشون متصور نیست و مردم در واقع به دنبال یک آینده بهتری باید حرکت کنن و به خاطر اینکه اپوزیسیونی وجود نداره که بخواد مردم رو در واقع نسبت به آینده روشن هدایت کنه، آقای خامنه ای و تیمش هم دارن استفاده بهینه میکنن و مردم رو وادار کردن حتی اونایی که مخالفن سکوت کنن، چون میبینن که در واقع بعد از این رژیم چه چیزی رو ما میخوایم بهشون ارزانی بدیم. آیا واقعا آقای خامنه ای و گروهش به راحتی خواهند رفت؟ ما میبینیم که در مورد سوریه مثلا چنین نشده و مردم خیلی نگرانن که چه بسا باعث درگیری های داخلی بشه، باعث بشه که گروه های مختلف هم از کرد، عرب، بلوچ و گروه های مخبجون هم میفتن، باعث تجزیه ایران بشه. اینا نکاتی هستش که نیروهای تبلیغاتی آقای خامنه‌ای به شدت در داخل کشور دارن کار میکنن و مردم از این قضیه وحشت زدن و میبینیم الان فعالیت هایی که مثل آقای نوریزاد داره انجام میده یا خانم نسرین ستوده انجام میده، آقای دکتر ملکی انجام میده، ما میبینیم عملا با اینکه گروه زیادی از مردم مخالفن ولی در محل تحصن اندک مردمی جمع میشن و این نشان دهنده اینه که رعب و وحشت و اقداماتی که رژیم انجام داده و تبلیغاتی
که داره انجام میده اثر خودشو گذاشته و این وحشت باعث شده که مردم رو در داخل خونه هاشون نگه داره. اتفاقا اشاره خوبی کردید، درسته، این تبلیغات باعث شده اون گروهی که من انگشت روش گذاشتم، نه اون گروه هایی که از قبال جمهوری اسلامی بهره مالی میبرن، نه گروه ساده لوحی که هنوز اینا رو قبول دارن. ولی درست شما میفرمایید به خاطر تبلیغاتی که در دهات و این ور اون ور دارن، اونها هنوز اینا رو قبول دارن، اونها هنوز اینا رو قبول دارن به عنوان نمیدونم رهبر یا هر چیز دیگه، و اینها هستن برای ما خطرناکن، برای که اینا ناشناخته هستن، آدمایی هستن که در افکار و عوامل سالهای گذشته خودشون هستن اسلامو به اون شکل دیدن و اینها هم دارن اینجور تقویت میکنن اینا رو، برای روز مباداشون نگه میدارن. در هر حال باید کاری کرد، اپوزیسیون باید کاری بکنه که این گروه هایی که متوجه هنوز نیستن که اینا چه آدم های جنایتکاری هستن و 36 ساله که این مملکت رو به خاک و خون کشوندن، اینا رو هم آگاه بکنه. هر کسی میتونه دین خودش رو داشته باشه و برای خودش محترم باشه، ولی نه دینی که اینها آوردن. در هر صورت کمپین سفارت سبز و دوستان ما مکررن در طول این چند سالی که من و برخی دوستان جدا شدیم عنوان کردیم که پاشنه آشیل جمهوری اسلامی که باعث میشه اون بریزه و سقوط کنه این نظام، اتحاد همه نیروها در کنار همه و ایجاد در واقع یک اپوزیسیون قوی که بتونن حرف مردم داخل و خارج رو با هم به یک گونه به گوش جهانیان برسونن، و نبود این اپوزیسیون قوی و هماهنگ باعث شده جمهوری اسلامی استفاده بینه بکنه، کما اینکه خود شما در آمریکا شاهد هستین که عملا همین تلویزیون هایی که دارن مطلب میفرستن برای داخل ایران چگونه عمل کردن که باعث شده که با کارهایی که دارن انجام میدن خیلی از مردم داخل رو اصلا نسبت به اپوزیسیون خارج دید منفی پیدا کنن با اقداماتی که دارن انجام میدن، و برخی هاشون هم که اصلا وابسته به خود جمهوری اسلامی هستن و با تولید یک سری سریال های ترکی و اقداماتی که دارن انجام میدن عملا مردم رو به دنبال یک سری موهومات دارن میبرن جلو، و اینها همه نقشه هایی که خود جمهوری اسلامی و عناصر تبلیغاتیش و اطلاعاتیش دارن انجام میدن، و متاسفانه میگم نبود این اپوزیسیون و اتحاد بین اونها باعث شده که گروه های مختلفی در داخل ایران عملا منتظر باشن و نمیدونن که چه برنامه‌ای برای آینده با این رژیم خواهند داشت. ولی الان که میدونین در امریکا همه چی چنج شد، در واقع افتاد دست جمهوری خواه، آیا شما فکر نمی‌کنین که به زودی یه مقدار مسائلی به وجود بیاد برای عوض کردن مسائل ایران؟ در هر صورت در طول دورانی که جمهوری اسلامی بوده قدرت بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواه‌ها دست به دست شده در طول این 30 سال، و اونها هم همواره به دنبال منافع خودشون بودن، و اگر به ایران فشاری میارن به دنبال این هستش که جمهوری اسلامی رو وادار کنن به خواسته های اونها و اقداماتی که اونها میخوان در عرصه بین‌المللی عمل کنن دست بزنن، وگرنه هم جمهوری‌خواه‌ها و هم دموکرات‌ها میدونن که آخوندهای حاکم بر ایران چگونه نقض حقوق بشر انجام میدن و چه رفتاری با مردم ایران دارن و چگونه در ترورهایی که در خارج از ایران انجام شده نقش داشتن، دست داشتن، ولی عملا میبینیم که همین الان هم آقای اوباما و تیمش به دنبال مذاکره و مماشات با جمهوری اسلامیه، و بعد از آقای اوباما من فکر میکنم حالا هر فردی از جمهوری خواهان به قدرت برسه عملا مثل سلفهای قبلیش مثل آقای ریگان، اونها هم به دنبال منافع خودشون خواهند بود، حالا با این قضیه که شاید فشار رو بیشتر کنن تا منافع بیشتری ببرن. پس ما به این نتیجه میرسیم که ملت خودش باید به فکر خودش باشه. دقیقاً، مردم ایران اگر واقعا به دنبال این هستن که برای آینده بهتر از این شرایطی که دارن، باید خودشون این سکوت رو بشکنن و خودشون در صحنه حاضر بشن و بتونن در واقع با قدرتی که در اتحادشون هست این رژیم رو ساقط کنند، وگرنه در خارج از ایران تمام این کشورهای غربی به دنبال این هستن که از وضعیتی که جمهوری اسلامی در منطقه داره ایجاد میکنه حد اکثر استفاده رو ببرن، و میبینیم هم که الان آماده هستن بلافاصله بعد از اینکه به یک توافقی به جمهوری اسلامی برسن اکثر بازرگانان و تجار خودشون رو به ایران بفرستن برای عقد قرارداد و به دست آوردن امتیازهای خوب از جمهوری اسلامی. بله مسلم. آقای
حیدری نازنین، شما حرف خاصی دارین در این چند روز اتفاقایی که افتاده؟ یا که میتونم خدمت شما و بینندگان برنامه‌تون بگم اینه که همون جوری که گفتم، به عقیده من و دوستانم پاشنه آشیل در واقع جمهوری اسلامی همونجوری که گفتم اتحاد بین تمام نیروهایی هستش که چه در خارج و چه در داخل در حال مبارزه با این رژیم هستن و در چنانچه ما بتونیم در کنار همدیگه قرار بگیریم و بر اساس اصولی که در کشورهای غربی یاد گرفتیم دموکراسی رو بتونیم در خودمون نهادینه کنیم، میتونیم با این اتحادمون جمهوری اسلامی رو در واقع وادار کنیم که خواست مردم ایران رو بپذیره و از عرصه قدرت در واقع به زیر کشیده بشه. بله، امیدوارم که مردم واقعا یه مقداری به خودشون بیان و خودشون رو واقعا نجات بدن. هیچ کاری نمیشه کرد مگر اینکه مردم خودشون با خودشون اتحاد برقرار کنن و تیشه بزنن به ریشه این 36 سال که زندگی تمام تک به تک ایرانی خراب شده. حقیقتا من تشکر میکنم از شما که وقت گذاشتید امروز با ما بودید. امیدوارم در آیندهم این وقت رو بگذارید و اطلاعات مفیدی رو برای ما داشته باشید. منم از شما و بینندگان برنامه‌تون تشکر دارم. ممنونم ازتون. درود بر شما. بله. آقای روزبه، لطف کنید یک آهنگی برای ما بگذارید، بعد خانم مریم سیادت رو لطف کنید بیارید روی اسکایپ، خانومی که در اروپا هستن و خیلی هم فعالن، پناهندهی که در اروپا هستن. میتونیم موزیک ویدیوی شماره 2 رو لود کنیم بذاریم؟ ممنونم. من بی خونه باشه، واسه اون کلبه چوبی مثل خونه خرابه، واسه من قصر طلایی یه سرابه یه سرابه، خواستگاریه واسه چی؟ بله برون واسه کی؟ یار من عاشقونه راز دل رو میگه، نگاه گرم چشاش جونم رو میدم براش، وقتی نازم میکنه میدونم عشق همونه. خواستگاری ما برده که دل بابام برده، مدرک و ثروت و خونش مامانو به رقص آورده، بی دل و بی عشق و تنها نباشی مردم دنیا، همه روزا و شب خوش باشیم شاد برن. نایس. خواستگاریه واسه چی؟ بله برون واسه کی؟ شگونه راز دل رو میگه، نگاه گرم چشاش جونم رو میدم براش، وقتی نازم میکنه میدونم عشق همونه. برارا برا 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 برا
با درود دوباره، امروز با خانم مریم سیادت هستیم از اروپا. مریم جان صدای منو میشنوی؟ درود بر شما سرکار خانم تهرانی. بله صدای شما رو دارم. بله. و درود بر هممیهنانم در ایران. درود بر شما عزیزم. چه خبر احوال در اروپا؟ بگید ببینیم چه خبر ها اون بره. خانم تهرانی دیگه مشخصه متاسفانه با این برنامه کشتارهایی که هست و مشکلاتی که در اروپا ایجاد شده به خاطر به قول خودتون یک سری افرادی که واقعا نادان هستن به اسم اسلام، به اسم حالا هر چیز دیگه میان و کشتار میکنن و خب شوربختانه این مشکل در واقع گریبانگیر همه شده و اینجا هم مستثنا نیست. اینجا هم مثل همه جای اروپا دچار مشکل هست. موج مهاجر ستیزی رو داریم میبینیم و خب این خوب نیست، روند جالبی نیست کلا. من فکر میکنم بسیار منبعد برای پناهندگان از هر جای دنیا، نه فقط ایرانی، از هر جای دنیا به خصوص مسلمون مشکل خواهد بود، به خاطر که حالا هرچی ادعا بکنن ما متجدد هستیم و دموکرات هستیم و هرچی که هستیم، باز هم یه مقداری انسانهایی هستن که متعصبن و ممکنه عکس العملایی رو واقعا نسبت به این گروه ها انجام بدن و خود دولت ها هم امکان داره که سختگیری بیشتری بکنن. شما الان تو این چند روز در جایی که هستین در کدوم کشورین دقیقا؟ من در سوئد هستم. در سوئد هیچ عکس العملی رو ندیدید تا به الان؟ جانم آقای روز به صدا بسته شد. خوشبختانه هنوز اینجا نه. صدای من رو داری؟ بله بله الان صداتون میشنوه خانم تهرانی. بله بله میگم خوشبختانه الان در حال حاضر اینجا مشکل خاصی نیست، منتها خب به هر حال شما میتونید احساس بکنید، به هر حال اینها هم اون خطر رو احساس کردن. بله ما چه تعدادی در اون جایی که شما همین مشکلی که سر فرانسه اومده سر یه سری از بله صداتون قصد و وصل میشه. همونطوری که خدمتون عرض کردم خب الان عملا مورد خاصی رو ما در اینجا نمیبینیم در سوئد، منتها خب مسلما اینجا هم تأثیرش رو خواهد گذاشت با توجه به اینکه در فرانسه، انگلیس، آلمان ما مشکلاتی رو داریم میبینیم، قطعا اینجا هم تأثیر داره. منتها هنوز خوشبختانه ما اینجا مشکلی رو نداشتیم و امیدوارم که نداشته باشیم. امیدوارم که واقعا در هیچ جایی نداشته باشی. ولی تعدادی که الان ما پناهنده از ایران داریم درصدشون اونجا بیشتر مسلمونن یا اقلیت‌های دیگه هم هستن؟ خب سرکار خانم تهرانی همونطور که میدونید به هر حال موج پناهندگی الان خیلی زیاد شده و بیشترین موج رو ما در مورد سوریه ها داریم که به خاطر جنگی که دارن. بله. خب ایرانی ها هم کماف سابق همچنان دارن میان و خب اومدن ایرانی ها به در واقع به کشورهای اروپایی و پناهنده شدن اونها دلایل متفاوتی داره. خب خیلی از ایرانی ها وقتی میان اینجا عملا شاید بشه گفت مجبور میشن که مذهبشون رو تغییر بدن و ما الان داریم ایرانی هایی که خب مذهبشون رو تغییر دادن و به مسیحیت روی آوردن. ولی به هر حال به عنوان یک خارجی سرکار خانم تهرانی من این رو باید بگم که به عنوان یک خارجی به هر حال مشکلاتی رو اینجا خواهیم داشت ما ایرانی ها و مهاجران دیگه، به طوری که الان من میتونم به جرأت بگم که اون موج مهاجر ستیزی رو کامل میتونیم یا اون راسیست رو کامل ما میتونیم ببینیم. حتی در کشور سوئد حزب راسیست به طور آشکار و واضح به اهداف خودش مربوط به مهاجر ستیزی کامل داره صحبت میکنه و
در واقع تبلیغ میکنه و خب این مسئله مشکلی رو که ایجاد میکنه این هستش که به مرور در گذر زمان شما میتونید ببینید که تغییر رو در رفتار مردم، تغییر رو در نگاه مردم نسبت به مهاجرا میتونید ببینید که خب ایرانی ها هم از این مسئله جدا نیستن، هرچند که خب درسته دولت سوئد با مسئله راسیسم مخالفه، منتها مسلماً در گذر زمان این تاثیر روی مردم خواهد گذاشت که به هر حال یه تغییر توی رفتارشون با مهاجرها داشته باشن. بله. خب ببینید ما ایرانی ها واقعاً از نظر اخلاقی، اجتماعی و تحصیلاتی که هر کدوم ایرانی ها دارن واقعا میان بیرون، اینا خودشون نمونه ای هستن، باید سعی کنن واقعا رفتار بهتر از اینم داشته باشن که لااقل ملت، حالا ما به دولت ها کار نداریم، خود ملت خیلی مهمن، برای که روزمره شما توی خیابون میرین، روزمره مارکت میرین، روزمره با مردم در تماس هستید، هرچی بهتر بتونید خودتون رو نشون بدید که بهتر از شاید دیگران هستید، ممکنه که خیلی تأثیر بهتری بگذاره. برای اینکه من میدونم الان خب مال سوریه هست، مال کشورهای دیگه هستن، همه هجوم آوردن به اروپا، به هر کشوری که شما فکر کنین دارن میرن برای پناهندگی و زندگی کردن، ولی خب هر گروهی اگه بتونه خودشو واقعا خوب نشون بده که هست، ایرانی همیشه خوب بوده و همیشه خوب خواهد بود، ولی بیشتر بتونه خودشون نشون بده، حداقل اون اطرافش در تماسی که با ملت اونجا هست ببینن که واقعا ایرانی اون چی که دیگران بهشون گفتن یا خودشون میبینن به عنوان مسلمون یا هر چیز دیگه ای، اون نیست. ایرانی یه آدم با شخصیتیه، ایرانی آدم تحصیل کرده ایه، ایرانی با خانواده است و ایرانی باید خودشو بیشتر از اینه که هست نشون بده که این مشکلات هم در آینده براشون واقعا پیش نیاد، برای که با این شرایطی که داره جلو میره واقعا داره مشکل میشه. دقیقا همینه و من کامل با نظر شما موافق هستم، یعنی اون رفتار ما میتونه نشون دهنده فرهنگ ایرانی اصیل ما باشه و این خیلی مهمه. منتها یه مشکلی که به نظر من یه مسئله‌ای که باید گفت که شوربختانه ایجاد شده سرکار خانم تهرانی و این مسئله‌ای که فکر آدم رو بهش مشغول میکنه، اون مشکل بی‌تفاوتی که بین ما ایرانی‌ها شوربختانه باید بگم ایجاد شده نسبت به مسائل و مشکلاتی که در جامعه وجود داره، اتفاقاتی که داره میفته در کشورمون در ایران، چه ایرانی هایی که در داخل ایران هستن چه اونهایی که در خارج از ایران هستن. این روند بی‌تفاوتی روند جالبی نیست، چرا که خب باعث میشه که این فرصت رو عملا به دولت جمهوری اسلامی ایران میده که به راحتی بتونه مردم رو زیر سلطه خودش نگه داره و به غارتگری های خودش ادامه بده. و خب این بی‌تفاوت بودن من فکر میکنم خوب نیست. درسته ما ایرانی ها هر کدوم میتونیم شاخص اون فرهنگ اصیلمون باشیم، ولی ای کاش که بی‌تفاوت نباشیم نسبت به مشکلات و مسائلی که در جامعه هست، نسبت به اتفاقاتی که داره در کشور ما میفته، ای کاش بی‌تفاوت نباشیم. و اینجا من یه مطلب کوچیکی رو فقط میخوام خدمتتون عرض کنم. به نظر من سرکار خانم تهرانی، اینکه کشور ما نتونسته در طول شاید بشه گفت قرنها کمرش رو راست بکنه، شاید به خاطر غارتگری ها و تجاوزاتی بوده که تازیان بر کشور ما داشتن، که یه نمونه کوچیکش رو ما میتونیم این 36 سال حکومت جمهوری اسلامی که در واقع همون توفاله های تازیان هستن ببینید. وقتی که خامنه ای 97 میلیارد دلار در حساب شخصی خودش هست، خب دیگه ما چه انتظاری باید داشته باشیم که آیا اینها به فکر مردم باشن، به فکر جوان های ما باشن، فرار جوان های ما باشن؟ چرا که دولت جمهوری اسلامی یا همین آخوندها به نظر من مستجرن توی ایران، صابخونه نیستن و انگار که یه لقمه آماده ای رو اینها راحت گذاشتن توی دهنشون، یعنی خیلی راحت با
دروغ و فریب و البته با کمک خیانتکارهای دیگه‌ای، یه عده خیانتکار وارد کشور شدن. ولی شوربختانه باید بگم که مستجرای بسیار بسیار بدی برای ایران بوده و هستن، به طوری که داریم می‌بینیم نه به فکر ایران هستن، نه به فکر فرهنگ ما، به فکر منابع طبیعیمون، به فکر جوانهای ما. به خاطر همین براشون هم مهم نیست، به راحتی از این سفره‌ای که براشون پهن شده غارت میکنن، چپاول میکنن و هیپ و میل میکنن. خب چه انتظاری داریم سرکار خانم تهرانی که این دولت دلش برای جوان ما بسوزه، جوانهایی که سرمایه های اصلی هر کشوری هستن. به خاطر همین ما میبینیم که موج مهاجرت، حالا یا به صورت مهاجرت یا به صورت پناهندگی، بسیار بسیار زیاده و جوانای ما فقط به خاطر اینکه به یه آرامش یا به یه آزادی نسبی که تو ذهن خودشون فکر میکنن برسن، میگن عیب نداره بذارید از اون کشور راحت بشیم. و مشکلات جوانهای ما بسیار بسیار زیاده. الان شما دارید میبینید سن اعتیاد چقدر در کشور ما پایین اومده. بله. خب کودکایی که کودکان کار هستن و زنان بی سرپرست ما مشکلات بسیار عدیده‌ای دارن در کشور ما. مریم جان یه چیزی رو یادت نره، مریم جان شما یادت باشه من اینو همیشه تکرار کردم و بازم تکرار خواهم کرد، جمهوری اسلامی به کشور ما نیومده برای اینکه کشور ما رو آباد کنه و جوونامون رو بخواد نگهداری کنه. نه، مأموریتش این بوده که بیاد کشور ما رو از بین ببره و جوانهای ما رو همینطور از بین ببره، حالا از طریق اعتیاد، بیکاری، بدبختی، خودکشی، هر چی که تونسته واقعا تا به امروز کرده. وقتی ملت آگاه بشه به اینکه جمهوری اسلامی این کارو اومده بکنه، دیگه امروز بعد از 36 سال باید تک به تک جوانای ایرانی متوجه شده باشن و وقتی متوجه میشن باید خودشون رو حفظ کنن، باید خودشون بتونن با همدیگه یه اتحادی رو برقرار بکنن که بتونن کشورشون رو آزاد کنن، بتونن خودشون و خانوادهشون رو آزاد بکنن. اینها رو اصلا فکر نکنین آمده یه همچی کاری رو بکنه و نکرده، نه مطلقا اینها آمدن برای براندازی کشور ایران و انسانهای نازنین ایرانی. در نتیجه ملت ما خودش باید متوجه این مسئله باشه. الان جوانای ما درسته که در خیلی مسائل سخت شده زندگی براشون، ولی تا کی میتونن همه بیان بیرون؟ تا چه وقت میتونن بیان بیرون؟ بهتر نیستش که همه با هم دیگه بتونن کشورشون رو نجات بدن و اینها رو بیرون کنن به جای بیرون آمدن؟ ما هر کدوم توی این 36 سال هر کسی به نوبه آمده بیرون، ولی ای کاش از روز اول متوجه میشدیم و اینها رو بیرون میکردیم، کشورمون رو آزاد میکردیم. حقیقتا موج دقیقاً میفرمایید، دقیقاً همینه. به خاطر همین من لفظ مستأجر رو به کار بردم و مستأجرای بسیار بدی بودن اینها. و شوربختانه ما ایرانی ها میدون رو دست اونها دادیم و به راحتی از کشورمون گذشتیم، داریم میگذریم و همه چیز رو به اونها داریم میسپاریم. به خاطر همین به نظر من سرکار خانم تهرانی این بستگی به ما ایرانی ها داره که آیا بخوایم به این روند بی تفاوتی ادامه بدیم، به این که بخوایم گول آخوندا رو بخوریم، یا اینکه دلمون رو خوش کنیم به وعده وعیدهای دروغین اونها، یا اینکه نه بخوایم کشور خودمون رو از چنگال این زال و صفت ها نجات بدیم. یعنی ما ایرانی ها دو راه داریم، یا همچنان بی تفاوت باشیم و بنده و برده آخوندهای زال و صفت باشیم، یا اینکه نه بخوایم آزاده باشیم و با هم اتحاد داشته باشیم، یعنی در یک اتحاد ملی بخوایم مملکتمون رو از چنگال اینها نجات بدیم. و من کاملا با فرمایشات شما موافق هستم و این مسئله بی تفاوتیه که امیدوار هستم که مردم ما دیگه بیشتر از این بی تفاوت نباشن نسبت به مشکلاتی که
دارن میبینن توی جامعه هست نسبت به بله. تمام مسائل و زنهای ما مخصوصا. بله مریم جان، الان شما در اون کشور که هستید تعداد پناهنده ها هنوز زیاد هست یا داره خوب پیش میره، میتونن برنامه هاشون رو قبول شدن میرن به کشورهای دیگه یا نه، یا نه هنوز به همون شلوغی سابق هست؟ بله به همون شلوغی سابق هست و الان متاسفانه مشکلی که ایجاد شده همونطوری که خدمتتون عرض کردم به خاطر اینکه موج مهاجرت از سوریه و کشورهایی که به در حال جنگ هست خیلی زیاده، اگر فردی از حالا از ایران یا از کشوری که جنگ در اون نیست بیاد خیلی پشت این در میمونه و شاید به جرئت میتونم بگم که یعنی اگر همین امروز یک نفر وارد سوئد بشه و تقاضای پناهندگی بده حداقل باید خیلی خوشبین باشه تا یک سال بعد بهش وقت مصاحبه بدن. و میگم روند پناهندگی الان فوق العاده بد شده و کلا یک روند مثبتی رو نداره، ولی باز با این حال شما دارید میبینید که خب ما اینجا برنامه‌ای داریم، کلاسی هست که میریم و در واقع درس سوئدی میخونیم و خب داریم میبینیم که افرادی که میان از ایرانیا هر روز موج مهاجرت رو داریم میبینیم که خب همه میان، هر کس هم به دلایل خاص خودش و همه پشت در مونده. میبینید 4 سال اومده اینجا سرکار خانم تهرانی، هنوز که هنوز جوابی نگرفته یا نه 3 تا جواب منفی گرفته ولی همچنان مونده یا داره سیاه زندگی میکنه و کلن روند جالبی نیست برای ما ایرانی ها و این حیفه. و ما ایرانی ها ارزش و مقام خیلی خیلی بالاتری داریم در کل دنیا داشتیم بله. هرچند که در 36 سال ایران و مردم ایران رو این حکومت نالایق از عرش به فرش رسونده شوربختانه، ولی خب حیفه که ما بخوایم اون فرهنگ خودمون رو، اون آرمان خودمون رو گم بکنیم و انسان‌های بی‌تفاوتی باشیم. بله مریم جان، صحبت دیگه ای داری در رابطه با کشوری که توش زندگی میکنی؟ میخوای چیز خاصی رو بگی که نگفتی؟ فقط در همین از این که شما محبت کردید، مهر میکنید و این برنامه خوبتون رو داره که صدای ما رو به هر حال بتونیم ما صدامون رو به مردممون برسونیم خیلی ممنون هستم، سپاسگزارم. خواهش میکنم. و فقط پیامی که واسه مردمم دارم این هستش که باید مبارزه کرد، یعنی با سکوت و کنار اومدن با دولت جمهوری اسلامی هیچ راهی درست نخواهد شد و این اتحاد باید با هم داشته باشیم، این مهمه. به هر حال دولت جمهوری اسلامی نخواهد موند، مسلما نخواهد موند، ولی در سایه وحدت ما ایرانی ها، در سایه این که ما بی تفاوت نباشیم نسبت به همدیگه، نسبت به کشورمون، قطعا به پیروزی خواهیم رسید و امیدوار هستم که اون روز خیلی دور نباشه و ما بتونیم دوباره به کشورمون برگردیم و پیش هممیهنان عزیزمون باشیم. 100%. ممنونم ازت مریم جون، موفق باشی، امیدوارم که سلامتی کامل رو داشته باشی همیشه و بتونی واقعا به فعالیتات ادامه بدی و سخت‌تر از روز گذشته باشی. ممنون متشکرم از برنامه خوب شما. من هم برای شما آرزوی سلامتی و تندرستی میکنم و همچنین برای هممیهنانم در ایران. خدا نگهدار. خدا نگهدار عزیزم. بله یک موزیکی رو آقای روزبه، شماره 8 رو میتونین لطف کنین بذارین؟ بله شماره 8 یا شماره 4 فرق نمی کنه. یک صحبتی داریم در مورد لورهای بختیاری.
جمهوری اسلامی فکر کرده که میتونه شادی رو از کشور ایران ببره، ولی نمیدونه که این کار رو با ملت ایران نمیتونه بکنه. ملت ایران همیشه طالب شادی بوده، طالب روزگارهای خوب بوده، چطور میتونه که بذاره زیر پاش؟ حالا با جوون میجنگه، با میان سال میجنگه، با این میجنگه، با اون میجنگه، اینه میگیره میبره زندان، اونه میبره شلاق میزنه، هر کاری که داره سالها انجام میده هنوز موفق نشده و هیچ وقتم موفق نخواهد شد. الان دیدید چقدر نازنین کردها، لورها، همه با هم دیگه داشتن شادی میکردن و خوشحال بودن. خوشحالی اگه از زندگی بشر گرفته بشه چی میمونه؟ واقعا اینا سر خودشونو دارن کلا میذارن یا سر ملتو دارن کلا میذارن؟ خودشون وقتی که طی روز نشستن سر ملت رو دارن کلا میذارن و روزخونی میکنن و اراجیف و سر منبراشون نشستن میگن، باورم کنید شب که میرید تو خونه هاشون که فکر میکنن درا رو بستن دیگه هیچ کس نمیفهمه، عیاشی هاشون رو دارن، خوشگذریانشون رو دارن، رقاصی هاشون هم به قول خودشون دارن، همه چیزو دارن. چرا؟ برای اینکه بشر اگر با شادی نتونه طی روز سر بکنه نمیتونه، بدنش دوام نمیاره، افکار و اعمالش نمیتونه شادی بخش باشه. باید شادی در وجود انسان باشه، باید شادی در اجتماع باشه، باید شادی در خانواده ها باشه که بتونه به زندگیش ادامه بده. ولی جمهوری اسلامی اومده این برنامه ها رو پیاده کرده که چی؟ که جلوی کیو بگیری؟ برید اگه خیلی زرنگید، خیلی طالب روزه و گریه و زدن تو سر و غم زدن و نمیدونم چاقو زدن و کارهای عجیب غریبی که شما ها میکنی خودتون انجام بدید. برای چی جلوی ملت رو میگیرید؟ جلوی شادی ملت رو میگیرید؟ آب از ملت گرفتید، نون از ملت گرفتید، آسایش رو از ملت گرفتید، همه چی رو از ملت گرفتید، نفس آخر رو دارید میگیرید و این ملت باید نفس آخرش رو حفظ کنه که نفس تو رو بگیره. نگاه میکنیم به یک گفتگویی که در مجلس انجام شده توسط دکتر عزیزی. آقای روزبه، مردان تذکر جدی میدهم که راه اندازی رژه تراکتورها و شکستن لوله های انتقال آب دور از شأن مردم ماست، ولی بدانید که کاسه صبر مردم ما ظرفیت معین دارد و استان امن ما را ناامن نکنید و
و در این خصوص دولت مردان به ویژه وزیر محترم نیرو باید پاسخگو باشد و نظارت درست داشته باشد. این آقای دکتر عزیزی نماینده مردم اردهال فارسان کیار کهرنگ، البته اگر من چی؟ اردنگ؟ بله ببخشید، در هر حال نماینده اونجا هستم و خیلی قشنگ در مجلس دارن صحبت میکنن و به راحتی دارن به دولت میگن از این غلطا نکنید، نخواهید که جلو آبو ببندید، ما میتونیم عکس العمل بسیار تندی به شماها نشون بدیم. من نمیدونم این دولت ابله تا به امروز این همه این لورا و بختیاری ها و نمیدونم این گروه ها دارن به اینا اولتیماتوم میدن که اگر این کارو بکنیم ما با شما این کارو میکنیم، مگر نکردن؟ مگر انجام ندادن؟ مگر نریختن بیرون؟ مگر اعتراض نکردن؟ مگر دولت نترسید؟ باز هم میا پا میکنی تو کفش اینا؟ آخه تا کی میخوای با این گروه های نترس و دلیر ایرانی بجنگی؟ تا کی؟ امیدوارم هرچه زودتر اینا تیشه به ریشه شماها بزنن و شماها رو از بین ببرن، شاید کاری بشه برای ایران از طریق شماها بزرگان بختیاری. پیغام دادن که ما دیگه نمیشینیم تماشا کنیم که شما با ما دارید چه کار میکنید، حواستون رو جمع بکنید، ما راحت میتونیم با شما وارد جنگ بشیم. خب حالا میخواییم چه کار کنید؟ باز هم میخواییم برین لوله های آب رو ببندید؟ راحت میتونن لوله های آبی که شماها دارین میبندید، هر کاری که دارید انجام میدید اینها خونساش کنن. چرا به فکر ملت ایران نیستید؟ چرا دست نمیکشید از اون کشور رو برید؟ کم خرابکاری کردید، کم بدبختی به وجود آوردید، کم جلوی ملت ایستادید و ملت رو خاموش کردید. شما ها فکر کردید ملت خاموش میشن؟ هر روزی که میگذره شما بیشتر دارید دست میگذارید روی ملت و ملت در درونش داره برای شما ها نقشه میکشه. شما یک نفرتون جون سالم به در نمیبره، از اون آدم کشاتون گرفته تا اون دوزای سرتون، هیچ کدومتون راحت از این کشور بیرون نخواهید رفت. تو خواب و خیال باشید، خود ملت ایران انتقام میگیره. حالا بیایید بجنگید، حالا بیایید جلو آبو بگیرید، نونو گرون کنید، نفتو ببرید به این مبلغی که الان رسیده که چی میشه؟ پولایی که بردید مینازید به اون که پولها رو در کشورهای خارج خوابوندین، خواب دیدید پولاتون یه دست سنگین روشه، یا حیا کنید از این کشور بذارید برید بیرون، یا اینکه بمونید و ملت ایران انتقامشون از شما تک به تک بگیره. در حال ملت بختیاری پیغام دادن که اگر بخواید یه مقداری بیشتر زیاده روی بکنید با شما حتما از در ستیز در خواهند آمد. درود به تک به تک ملت لور بختیاری که قبلم اعلان کرد ما پول آب و برق نمیدیم و واقعا ندادن. من نمیدونم چرا ملت ما انقدر ساکت و خاموش نشسته، حاضره بره با بدبختی دوزی کنه، حتی بیاد بره پول آب و برقشو بده. آقا جان برای چی پول آب و برق میدی؟ مگر خمینی نیومد این همه به شما گفت پول اتوبوس نمیدین، پول برق نمیدین، پول آب نمیدین؟ پس اون چی بود؟ اینا چیه؟ مگه به شماها ندادین پیغامای
خیلی جالبه که همتون چشاتونو بستین دویدین دنبال این مردک شیطان. تا کی میخواید بشینید با بدبختی یه قرون دوزار جمع بکنید تا بتونید پول آب و برقتون رو بدید؟ ندید، نمیکشنتون. مبارزه رو از الان شروع کنید. تا شما مبارزه رو شروع نکنید، اینها افعیایی هستن که هر روز دارن خون شماها رو میمیکن. شما باید از خودتون دفاع کنید. من یک برنامه رو میخوام پیشنهاد بدم برای شب نوروزمون که در پیش هست، چیزی هم نمونده حقیقتا. میخوام از بینندگان عزیز، از هموطنان خواهش کنم که این نوروز امسال رو بیایم متفاوت شروع کنیم، متفاوت از سالها و سالهای گذشته که داشتیم. بیاییم در بیرون خانمون سفرمون رو پهن کنیم، بیاییم هفت‌سینمون رو در بیرون خونه هامون پهن کنیم. بیایید همه با هم سال نوروز رو جشن بگیریم. بیایید که در هر جایی هستید سبزی پل و ماهیتونو، البته اونایی که دارن بخورن و اونهایی که ندارن بخورن، وایسن به تماشا، که من میدونم ملت ایران هیچ وقت راضی نمیشه که خودش بخوره و تماشا کنه یه عده ندارن. نه، انقدر سبزی پل و ماهی درست میکنه که به دو نفر بتونه سبزی پل و ماهی شب عید که رسم ایرانی هست، دوست داره یه همچی کاری رو بکنه بده. در نتیجه سفره هاتون رو بیرون از خونه هاتون پهن کنید، بگذارید اونها هم که ندارن بیان سر سفره های شما یه لقمه سبزی پل و ماهی بخورن، حس کنن خانواده دارن، حس کنن که ما بین پدر مادر و خواهر برادراشون هستن. اونهایی که سال تا سال یه لقمه نون درست نمیخورن، اونهایی که سال تا سال کفش ندارن تو این زمستون بپوشن، اونهایی که سرپناه سالهاست ندارن، و بچه هایی که در خیابانها گل میفروشند، بچه های نازنین ما که مردهای هرزه به اینها تجاوز میکنن، اون بچه ها حق زندگی دارن، اون بچه ها دوست دارن خانواده داشته باشن. اون بچه ها رو در پناه خودتون بگیرید، ازشون بخواید که بیان با شماها سر سفره هفت‌سین شما بشینن، بگذارید اونا هم حس کنن خانواده‌ای دارن یه شب، حس کنن پناهگاهی دارن یک شب. چقدر زیباست، چقدر قشنگه که آدم بتونه به بچه های خیابانی سرپناه بده، چقدر امیدوار کننده است. و سفره های ایرانی فکرشو بکنید، در خیابان ها همه پهن شده و همه آمدن سر سفره ها نشستن، و قبل از سال تحویل شادی کنید. 36 ساله که اینها به ظاهر شادی رو از شما گرفتن، شما به اینا ثابت کنید که اگر شادی نباشه زندگی نیست، اگر عشق نباشه زندگی نیست. با عشق و شادی میشه به زندگی ادامه داد. قبل از سال تحویل سفره ها رو پهن کنید، هفت سین هاتون رو بشینید، دور هم جمع بشید، از روز پیش از بچه های خیابانی، از کسایی که واقعا غذایی ندارن بخورن، از کسانی که کسی رو ندارن که پناهگاهشون باشه دعوت کنید، دعوت کنید بیان سر سفره های شما. ثابت کنید بعد از 36 سال که شماها از کجا اومدید، پشتیبان شماها کیست و چیست. پشتیبان شماها 2500 سال تاریخه. شماها کسایی بودید و هستید
که هیچ کس نمیتونه عوضتون کنه. ثابت کنید و شادی بپا کنید و این شادی خاری بشه بره تو چشم جمهوری اسلامی. هیچ کاری با شما هیچ کسی نخواهد داشت. شما در خونتون سفره انداختید نشستید بیرون، دوست داشتید، در خانه شما حریم شماست، در خانه شما میتونید بشینید، میتونید شادی کنید. حداقل بچه هاتون بعد از 36 سال نوه هاتون ببینن که شما ها چگونه آدم هایی بودید در گذشته و خوشحال بشن که بدونن پدر مادر، مادر بزرگ، پدر بزرگ و اعضای بزرگ خانواده یه همچین مراسمی رو در گذشته داشته که دور هم بودن، شادی میکردن، خوشحالی میکردن، همدیگر رو سال تحویل میبوسیدن، برای هم خواستار این بودن که سال آینده تو هم با سلامتی و خوشحالی باشه. در گذشته های دور هیچ کس به فکرش نمیرسید که بخواد آرزو کنه در کمال آسایش باشه یا امنیت باشه، برای اینکه داشت، برای اینکه داشت. ولی امروز باید دعا کنه همه چیز خداوند بهش برگردونه، تمام شادی ها رو بهش برگردونه، سلامتی ها رو برگردونه، آسایش رو بهش برگردونه، امنیت رو به کشورش برگردونه. این آرزوی تمام ما ایرانی هاست. امیدوارم که این کار عملی بشه و شما ایرانی های نازنینم این کار رو انجام بدید. من تلفنامو باز میکنم با این پیشنهادی که الان من به شما دادم، میخوام ببینم نظر شما چیست. آیا موافق یه همچین شب سال نوی هستید؟ آیا دوست دارید یه همچین کاری رو بکنید که با همسایه های خودت، با فامیل خودت، با دوستان خودت سر یک سفره بشینی؟ آیا دوست داری که از کسانی دعوت کنی که سرپناهی ندارن؟ آیا دوست داری دوتا بچه خیابانی رو بیاری سر سفره غذای خودت، سر سفره هفت‌سین خودت بشونی؟ ما ملت ایران باید دست به دست هم بدیم و بتونیم خودمون به خودمون کمک کنیم. ما باید بتونیم به این بچه های خیابانی کمک کنیم. فکر نکنید دولت میتونه. نه، دولت مسبب تمام این بدبختی ها بوده تا به امروز. دولت باعث شده که ما بچه های خیابانی داشته باشیم. دولت باعث شده که این بچه هایی که بی سرپناه هستن، مادرها، پدرهای معتاد دارن و اونا که حالیشون نیست، این بچه ها افتادن تو خیابون که مردهای هرزهی پیدا بشن به اینها تجاوز کنن. امیدوارم جواب مساعدی من بگیرم از این پیشنهاد. امیدوارم که بتونیم این کار رو با قدرت واقعا در ایران پیاده کنیم. میریم خطا رو میگیریم با هم. بفرمایید، رو خط هستی؟ الو الو جانم، رو خط هستیم. با این پیشنهادی که من دادم شما چی فکر میکنید؟ با درود به شما و بینندگانتون، من اتدار رو خیلی متوجه نشدم. مثلا من تو ایرانیم. بله، درباره شب عید فهم بودم. اگه دوباره تکرار کنم ممنون میشم. حتما عزیزم، من گفتم شب عید امسال شب عید متفاوتی به وجود بیاریم، هممون سفره‌های هفت‌سینمون رو بیرون از خونمون پهن بکنیم، همه با هم در یک کوچه سفره‌ای بندازیم، با هم باشیم و بتونیم از کسایی که واقعا ندارند و سرپناهی هم ندارند بیاریمشون دور سفره خودمون.
سفره بندازه تو کوچه ها، شب عید سفره بندازه تو کوچه منظورتون؟ بله بله بله، همه بیایید بیرون سفرتون رو بندازید، با هم شادی کنید برای شب سال نو. این یک چیز ما باید فکر کنیم خانم جان، اتحاد خیلی خوبیه، این که ما همبستگی و این که بعضی قشر ضعیف رو بتونیم تو شادی ها سهیم کنیم، اما بعد یه مقدار روش کارشناسی بشه به نظر بنده، که مثلا نگاه کنید بعضی مناطق سرد و بعضی جا گرم، مثلا تو کوچه های چنین شرایطی هست، مثلا یه جشن عمومی ما اعلام کنیم، بگیم مثلا فلان ساعت فلان جا همه جمع شن، برنامه باشه. حالا با بچه ایرانی که مرتبا خودم چون از ایران تماس میگیرم، من خودم حالا این رو مثلا حساب باش برقرار نمی کنم، یه طرح واقعی باشه که بشه عملیاتیش کرد، باز مثل جریان مثلا ماجرای شمع و بالونی که قبلا. نه 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 نه، من اصلا من کاری به این ندارم که بخواید بیاید اعتراضی به دولت بکنی یا چیز دیگه. من گفتم شب عید امسالو متفاوت بگیریم، عوض که تو خونمون میشینیم سفره میندازیم سال نو میشه، این سفره رو بیاریم بیرون از خونمون بندازیم، همسایه ها دوست آشنا همه با هم باشیم سال و نو کنیم و شادی رو با هم بکنیم. مرسی عزیزم. من کلیتش موافق. بفرمایید رو خط هستین. درود به شما خانم تهرانی عزیز. درود به شما عزیزم. مخاطبین برنامه‌تون، من به عنوان یک جوان ایرانی آریایی و ایران دوست افتخار میکنم که یکی از مخاطبین پرپاگوس شبکه ایران آریه و خصوصا برنامه های شما هستم. و واقعا وقتی میبینم که شما خانم تهرانی ذهنتون انقدر خوب نسبت به بعضی از بقای کار میکنم، واقعا افتخار میکنم به شما و ایرانی بودن شما و همچنین ایرانی بودن خودم. واقعا این طرحی که شما الان توی برنامه تون عنوان کردید، وقتی که من از زبان شما شنیدم خیلی خوشحال شدم و با خودم تو این چند دقیقه که میخواستم باهاتون صحبت کنم نشستم فکر کردم، دیدم که طرح بسیار بسیار خوبیه و ما میتونیم این طرح رو در حالت بسیار گسترده‌ای در کشور انجام بدیم و من مطمئن هستم ایرانیان عزیز هم حتما این کار رو انجام میدن و کمک میکنن که این طرح به نفع اصلا انجام بشه. خانم تهرانی، من پیشنهاد میکنم که ایرانیان عزیزی که در خارج از کشورم هستن این کار رو بکنن. و اون هدفی که خانم تهرانی ما داریم، ایرانیان عزیز هدف رو فراموش نکنن، هدف آزادی ایرانه و ما در ایران منتظر چنین نتیجه هستیم. ولی ما عملا داریم میبینیم خانم تهرانی، به غیر از من با اینو با جرأت میگم، به غیر از شبکه شما، شبکه ایران آریایی که واقعا اون رسالت خودشو به نحو احسن انجام میده، بعضی از شبکه ها متاسفانه خانم تهرانی به قول جوونا دارن زیرابی میرن، میان کلی پول جمع میکنن، کلی پول از مردم میگیرن و میان جلوی تلویزیون جلوی هزاران ایرانی گریه میکنن، اشک میریزن و شالاتان بازی در میارن. خانم تهرانی، من واقعا ناراحت شدم دیشب و پریشب یک شبکه ای رو من دیدم، آقای شهرام همایون اومد جلوی عزیزم 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 عزیزم، من الان صحبتم چیز دیگه است، دارم از شما سوال دیگه میکنم. خواهش میکنم در رابطه با این سوالی که کردم صحبت بفرمایید. بفرمایید رو خط هستی. الو، با درود خدمت شما خانم تهرانی عزیز و همه هم میهنان عزیزم، و خواستم درود بفرستم به تمام ایرانیان آریایی و تمام عزیزانی که الان صدای من میشنون. من هم تماس گرفتم که بگم خانم تهرانی، ما هم در اسمون با امید خدا شد روز عید این کار رو انجام میدیم و از مردم هم میخوام که خیلی سخت نگیرن به خودشون. من دیدم شنیدم یکی از همین مخاطبینم اومدن گفتن بعضی جا هوا سرده بعضی جا هوا گرمه، به نظرم اینا یه سری بهونه هست. بله. ما اگر خواسته باشیم به اون هدفمون برسیم، به اون نتیجهی که میخواییم برسیم، بالاخره میشه. حالا حتما اگر هوا سرد هست نمیخواییم بریم وسط خیابون، تو همون محله هم مردم بیان جمع بشن، دور هم باشیم. حتی ما میتونیم سفره های هفتین رو تو دستای خودمون بچینیم، حتما نباید روی زمین باشه روی سفره بچینیم. و واقعا این کارها و این تدابیری که تلویزیون ایران آریایی میاندیشه، واقعا به نظر من
به اون نتیجه‌ای که الان یکی از مخاطبین برنامه‌تون قبل از من هم گفتن، به اون ما به راحتی نزدیک میشیم و مطمئن باشید یک چنین کارهایی که در مد نظر خیلی کوچیک نشون داده میشه خانم تهرانی، همینا باعث میشه که ایران عزیزمون خیلی زودتر آزاد بشه. من از مردم میخوام که همگی یعنی هیچ کس نگه نمیشه، بالاخره روز عید همه صفحه هفت اینو میشینن، همه بیان تو این طرح شرکت کنن و امیدوارم که این عید و این سال جدید و سال نو بتونه برای ما یک افتخار بزرگ که اون افتخارم آزادی ایرانه و مردمی که عزیزانی که خارج از کشور هستن تمام هم و غمشونو بذارن که ما با پرچم شیر خورشید بیان در میدان شهیار اونجا آزادی ایران رو اونجا جشن بگیریم. و تمام کسانی که دارن اون طرف کار میکنن، من به عنوان یک ایرانی ازشون میخوام که خواهش میکنم ببینید شبکه ایران آریایی چجور کار میکنه و الگو برداری کنید. من درود میفرستم به شما خانم تهرانی، درود میفرستم به خانم آقای آریان وطن خواه که واقعا ایشون قلبشون واسه ایران میتپه، شما دلتون واسه ایران میتپه و متاسفانه مثل بعضیا نیستن که بیان فقط به فکر سرمایه جمع کردن و پول جمع کردن باشن. متاسفانه بعضیا این شبکه های خودشون رو خانم تهرانی گذاشتن بابر بانک، از مردم پول میگیرن میریزن تو جیب خودشون، هیچ قدمی هم واسه ایران بر نمیدارن. مرسی عزیزم، مرسی جینا. میگن ما از همه سیاسی ترین خانم تهرانی، واقعا این اشتباهه. آقا میاد توی شبکهش میگه من از همه سیاسی ترم. عزیزم اجازه بده من خطای دیگرم بگیرم. ببینید دوستان کوتاه صحبت کنید برای که خطا پره، من میخوام ببینم عقیده ها چیه حقیقتا. بفرمایید رو خط هستید. درود بر شما. بفرمایید عزیزم. شما هستی خان تهرانی؟ بله جونم، بفرمایید. ممنون عزیزم از این طرح پیشنهادی که دادید. بله. پیشنهاد بنده اینه که اگه بشه حالت واقعا اعتراضی هم تو این جنبش باشه. خب من از یک سال پیش یک سال نیم پیش سراغ دارم از شما، یادمه تو همین تلویزیون فریاد میدادید، دعوت میکردید از بانوان عقاب که بیان تو خیابونا حرکت ضد رژیمی داشته باشه. الان میفرمایید که نه نیاز نیست. من تعجب کردم، ما هر حرکتی هر جنبشی رو باید واقعا سیاسی کنیم، باید علیه نظام و برای براندازی استفاده کنیم. شما این موضوعی که جدید الان امشب گرفتی، من تعجب کردم از شما، چرا اینقدر تغییر، چرا اینقدر واقعا. من موضوعی رو عوض نکردم عزیزم، موضوعی رو عوض نکردم عزیزم. من گفتم یک شادی برای خودتون به وجود بیارید، خود شادی که به وجود بیاد خودش کار سیاسی است. سعی نکنید بیاد رو خط بخواید لوس کنید مسائلو. بفرمایید رو خط هستی؟ درود بر شما عزیزم. عقیدتون چیه در مورد این؟ مرسی جونم. بله حال تو خوبه خانم کرانی؟ درود برسم به شما، به شاهزاده عزیز. بله درود به شما شاهزاده عزیز و کارکنان شبکه ایران آریه، مثلا خانم معناز و آقای کارگردان عزیزتون. بله مرسی. این پیشنهادی که شما فرمودین بسیار پیشنهاد خوبیه. بله بسیار پیشنهاد خوبیه و ما هم استقبال میکنیم از این پیشنهاد. و قبل از این که با این پیشنهاد به فرمان صحبت لورها و بختیاری های عزیز بود. بله. ما میدونیم که واقعا این انقلاب آینده به دست لورها و بختیاری های عزیز به رقم میخوره. بله. چون اونا همیشه در کارشون پیش قدم هستن و من پیشانی تک تکشون هم میبوسم به عنوان یه پدر شهید، چون میدونم ما اون زمان به حال عقیدهی داشتیم که به حال اینا آینده یه رژیم مردمی و درخیه، ولی متاسفانه دیدیم در طول این سالهای گذشته دیدیم چه جنایتی بر علیه بشریت حتا نه تنها فقط به ایرانی ها، ظلم که در تمام دنیا پیش اومد. من واقعا خود شخص من متاثرم و واقعا یکی از افراد هستم که از این
رژیم خوبخان دو واقعا بد آمده با هم که دو تا از جوان ما تقدیم جنگ تعمیل کرده. البته من هدف بچه های من فقط برای کشورم بوده و افتخار میکنم که این کار کردم، ولی از تمام بختیاری ها، از تمام اصفهانی ها، از تمام شهرستان ها عزیزان تقاضامندم که واقعا این فرمایش شما رو جدی بگیرن و برای آیندگان حداقل از من که گذشت یه استاد بزنم و کشور ما یه جوری پیاده کنن که انشاءالله شاهزاده عزیز بتونه اون خرابی های کشور رو نبتونه در آینده درست کنه. ما که دیگه تو کشور ما چیزی باقی نمونده، ما از دست ما از بازمون ما از فرمایی مرسی جانم. بفرمایید رو خط هستی؟ الو جانم بفرمایید. بابل از میخوام تهرانی. بله عقیدتون چیه در مورد؟ مرسی جونم. بله خواهش از ایران زنگ میزنم. بسیار ایده خوبیه، بسیار ایده جالبیه. اینا باعث میشه که مردم با هم بودن رو احساس کنن، با هم بودن رو امتحان کنن. بله و بسیار زیباست. بله و من بختیاری هستم و به قول فرمایش این برامون که زنگ زده بود مطمئنم که اولین قیام بختیاری ها خواهد بود. درود به ملت شریف ایران و سعی کنن امسالو بیرون باشن در کنار هم با عشق با محبت. خانم ترانی خسته نباشی. مرسی. ممنونم. بدرود. بدرود. بفرمایید رو خط هستی؟ سرکار خانم ترانی درود بر شما. درود بر شما عزیزم. بفرمایید. ضمن تشکر از برنامه‌های بسیار جالب شما و واقعا باعث میشه که آدم راجبش دو بار فکر بکنه. من خواستم بگم طرح شما بسیار بسیار عالی و میتونه راهگشای خیلی از مسائل و مصیبت‌های ما در جهان بشه حتی. بله. و من از مردم ایران خواهشم اینه که در روز اسرائیل در سال تحویل همه با ساز و دهل و شیپور و قرنه و هر چی که میتونن با ساز بادی که احتیاج به برق و تشکیلات نباشه بیان تو میدونهای اصلیشون، تو خیابونهای اصلیشون، حالا هر جا هستن، تو شهرستان هستن، تو تهران هستن، هر جا که هستن خودشون بیان. مثلا تو تهران میتونن میدون فردوسی که نماده برها تاریخ ایران هم هسته شب تو میدون فردوسی و به طرف خیابون انقلاب چپ راست تا میدون شهیاد مردم جمع شد و این برنامه نوروز رو کمان که این خارجی ها داریم میبینیم و هم تو سال تحویلشون 5 میلیون 2 میلیون 4 میلیون 10 میلیون جمع شدن و یک لحظه رو که ساعت 12 شب اول ژانویهشون بوده دستی دستن آتش بازی که حالا ما اون وسیله نداریم، ولی خب ما که میتونیم بگیم آقا ما تاریخمون 2500 اندی ساله که ما این عید داشتیم و داریم و میتونیم ازش لذت ببریم و خوشی کنیم. همش جنگ، همش خونریزی، همش آلمکشی که نمیشه که. یه مقدارم به این مردم به قول معروف ترحم بکنیم و بذاریم اینا لذت ببرن از زندگیشون. ضمن اینکه میاد تو خون چیز میکنید سر سال تحویل، یعنی درست نقطه سال تحویل تمام مردم ایران بیستن به طرف ابر کوروش سرود ای ایران رو با هم بخونن. برحال درود بر شما. از به مردم ایران این هست درود بر شما عزیزم. همه با هم تو دهزه سال تحویل سرود ای ایران رو به طرف ابر کوروش بخونن و بگن از الان هم شعار این هست نوروز در خیابان جانم فدای ایران. درود بر شما. درود بر شما. درود بر شما که عاشق ایرانی معلومه بغض کردی داری صحبت میکنی. واقعا زنده باد ایرانی هایی که عاشق ایران هستن. متشکرم از شما. مرسی جون. روزتون بخیر. روز بخیر. درود بر شما. بفرمایید رو خط هستی؟ الو. درود خدمت شما خانم تهرانی عزیز و همه عزیزانی که صدای من رو میشنوند. خواهش میکنم. خانم تهرانی واقعا طرح بسیار خوبیه و علاوه بر این که ظاهر یک طرح اجتماعیه، ولی به نظر من این طرح در باطن طرح کاملا سیاسی است. و تو این بحثا خانم تهرانی عزیز من یه مقدار انتقادگونه با شما صحبت کنم.
من امیدوارم ما باید در این طرحهایی که میدیم و انتظار هم داریم که همه مردم شرکت کنن، قبلش باید با رهبر سیاسی خودمون هماهنگ کنیم. به نظر من این طرح قبل از اینکه اعلام میشد باید به جناب شاهزاده ارجاع داده میشد و آقای شاهزاده این طرح رو تایید میکردن که قطعا هم مورد تایید ایشون بود. من امیدوارم که شما با جناب شاهزاده هماهنگ کنید و جناب شاهزاده این طرح رو اعلام کنند، چون که در بین عزیزانی که اومدن روی خط صحبت کردن در مورد اون جنبش روشن کردن شمع، یکی از عزیزان اومد انتقاد کرد. به نظر من در اون جنبش، اگر اون جنبش روشن کردن شمع خانم تهرانی موفق نشد، مشکل ماها بودیم، مشکل عزیزانی مثلا بودن که در شب ایران آریایی تبلیغات گسترده نکردن. در مورد طرحی که آقای رضا شاه پهلوی شاهزاده عزیز دادن، ایران آریایی به نظر من یه مقدار کم گذاشت و لذا از شما خواهش میکنم که در این طرح که خودتون اعلام کردید و طرح بسیار خوبی هم هست، این طرح رو به جناب شاهزاده ارجاع بدید. متاسفانه من تعجب کردم ایران آریایی دو روز شبکه شاهزاده رو پخش کردن و شبکه افق فردا رو پخش کردن و گفتن که دیدم یه دو روز بیشتر پخش نشد و بعدش قطع کرد. اجازه بدین در مورد این مسئله بعدن صحبت کنیم. اجازه بدین خط تو پره. من این سوال بکنم از دوستان ببینم موافقن یا نه. اگه اجازه بدیم بذاریم من این سوالی که کردم دوستان اومدن روی خط. میگم منم هم خاصی ندارم، فقط از شما میخواد که با جناب شاهزاده حتما من یکی دو روزه پیغام فرستادم عزیزم. حتما خیلی ممنون، تشکر میکنم. بفرمایید رو خط هستی. الو الو جانم رو خط هستیم، تلویزیونتون رو کم کنیم. سلام علیکم. سلام عزیزم، بفرمایید. خسته نباشید خانم زینا تهرانی. بله جونم، بفرمایید. خسته نباشید، من از ایران زنگ میزنم. بله بله بفرمایید. شما درود بر آقای آریان وطنخواه و شاهزاده عزیزمون. مرسی جونم. خواهش میکنم خانم زینا تهرانی. خانم زینا تهرانی درود بر شما. الو جانم صداتون داره پخش میشه، تلویزیونتون رو ببندید عزیزم، صدای تلویزیون رو ببندید، صدای منو میشنوید. بفرمایید. خدمت خسته نباشید نازنین، من رو خط خیلی دارم، اگه صحبت میکنید عزیزمون. من از ایران که زنگ میزنم، 3 سال من خودم صحبت کن عزیزم. من 3 سال خودم موجود تو زمان جنگ دفاع از خاک و آب و ناموس کشورم رفتم، تو جنگ بودم. بله. تو منطقه تلوران کار ندارم کجا بودم و کجا نبودم، ولی من موافق با این پیشنهادتون هستم و ممنونم که این پیشنهاد رو دادین. شاید واقعا ما نجات پیدا بکنیم و از این زندگی ذلت‌بار که زندگی نیست، زندمانیه که داریم واقعا جون میدیم، زندگی نمی کنیم. اینو خواهشان شما همیشه اعلام بکنید که ما امسال شب عیدمون رو به همین صورت در هر جایی کشور هستیم، هر کی محکم‌تر با سفرهای شب عیدمون رو در شادی تو هم با مردم ایران رو که در خارج هستن، که در ایران که در خارج، شادی هامون رو تقسیم بکنیم. مرسی جونم، مرسی، ممنونم. بفرمایید رو خط هستی. سلام، خسته نباشید. مرسی جونم، بفرمایید. درود بر شما خانم زینا تهرانی. درود بر شما. از خدمتی که من زیاد مصد و اوقات نمیشم، فقط میخواستم درود خدمت رو عرض کنم و عرض کنم که با این پیشنهادی که دادید، خیلی پیشنهاد عالی بود، انشالله ما از این پیشنهاد استفاده اکمل میکنیم و همه با همه دوستان تصمیم، مثلا امشب تصمیم گرفتم که این پیشنهاد شما رو
در جمع دوستان شرمن عنوان کنم و امسال از این پیشنهاد شما ما نهایت استفاده رو ببریم که با دوستان جمع بشیم و به هر حال این عید رو تماما همه دوستان هر کی که صدای من همین الان هم داره میشنوه امیدوارم که عید برنامهش همین پیشنهاد شما باشه. ممنونم از اینکه فرصت صحبت کردن من داشتید. مرسی عزیزم. سعی کنید با دوستان دیگه هم صحبت کنید، این بحث رو بیشتر گسترش بدید، بذارید به گوش همه ایرانی ها در ایران برسه. واقعا چشم. مرسی جون. روی خط هستیم، بفرمایید. درود بر شما. درود بر شما عزیزم، بفرمایید. عقیدتون چیه؟ خیلی تر جالبیه، منم استقبال میکنم. اصلا واقعا من خودم جون و توان ندارم، بچه ها و اصحابی ها پیش من تو اینجا خونه من میان مهمون منم سال تحویل، خودم که جون ندارم ولی بچه ها میگم پاشید برید کوچه اونجا بساط کنید و سفره افسین و این چیزایی که اونجا پرکنا کنم پیشنهاد به بچه ها. الو جانم، گوشه در صداتون پخش میشه، بفرمایید. بچه مرده در حرف نه با من الان هستم، با شما هستم، صداتونم داره پخش میشه. ادامه بدید. ادامه بدید عزیز. بفرمایید، رو خط هستی؟ الو جانم، بفرمایید. سلام علیکم، من از شهرستان شاهرود تماس میگیرم. بله بله. بر عرض درود دارم به شما بینندگان عزیزتان. بله، من 100% با این طرح شما موافقم، خیلی طرح خوبیه، خیلی. مرسی. هم با شما موافقم، هم با طرحتان موافقم، هم با جناب شاهزاده موافقم. اصلا شهر ما شهر شاهرود متعلق به خود شاه و شاهزاده است. ما اصلا اسم شاه از رو شهر ما بنا داشتیم، شهر ما خیلی شهر خوبیه. یکی من دو نکته میخواستم بگم. این خانم تهرانی، طرح شما گفتید طرحتان به نظر من باید اصلا این طرح ثبت ملی بشه. خانم تهرانی به خدا راست میگم، این طرحتان خیلی طرح قشنگیه. امیدوارم. با اینکه ما یه عادت بدی داریم که مردم ما بیشتر به جای اینکه برن از پدر مادرهاشان، از آشناهاشان، از فامیلاشان برن سر بزنن، نه همه دور هم بشینن با هم صحبت بکنن، ولی متاسفانه میبینیم که اینا به جای اینکه دیدن زنده ها برن یه عادتی بدی دارن، موقع سال تحویل میرن سمت قبرستان ها و میرن سمت این مزار امواتشان. اصلا جامعه ما شده یه جامعه غم‌زده، شده یه جامعه مرده. به جای اینکه برن به دیدن فامیلاشان، برن به دیدن زنده ها، چرا جامعه رو میبره سمت ارواح و سمت مرده هاشان؟ خب این بده، این جامعه رو سیاه میکنه، جامعه تاریک میکنه، این خیلی بده. ما تو جامعه گرفتاری داریم، مشکلات زیادی داریم، ما خودمانیم که جامعه رو خراب میکنیم. ما بایستی به فکر این باشیم که بتونیم جامعه رو درستش بکنیم با همدلی، با مهربانی. یکی از کاراشون همین طرح شماه. به نظر من طرح شما خیلی کمک خوبی میتونه بکنه، خیلی مشکلات میتونه به نظر من همون که اول گفتم که باید طرح شما ثبت ملی بشه. اگه بخواه شما بتونی این طرحتون به موفقیت انجام برسانیم، باید یه سری باشن کمک شما بکنن، یه افرادی باشن که طرح شما رو بتونن ثبت ملی بکن. وقتی ثبت ملی بشه عین خود نوروز میشه. نوروز الان نگاه کنید توی ثبت ملیه. بله. نه تنها توی ایران، کشورهایی که فارسی زبانن هم میتونن این طرح شما رو اجرا بکنن، این آیین قشنگ اجرا بکنن. من دیگه عرض ندارم، خیلی ممنونم از شما. مرسی جونم. من جواب این نازنین رو بدم که بسیار قشنگ صحبت کرد. اگر یه گروهی واقعا میرن به قبرستون‌ها، میدونید اینا کیا هستن؟ اینا مادرایی هستن که بچه هاشون رو دست دادن، زنهایی هستن که شوهرانشون رو دست دادن، کسایی هستن که پدرانشون رو دست دادن. اینها حق دارن که برن بخوان سال نو رو، شادی سال آیندهشون رو با عزیزانشون شیر بکنن، تقسیم بکنن. ولی به قول شما حرف قشنگی هم زدید،
بالاخره زندگی همینه که میبینیم هست. باید سعی کنن این دوستانمونم به بقیه کسایی که در اطرافشون هستن نگاه کنن و به اونها زندگی نو بدن، یعنی دست بردارن از این کار اگر در توانشون هست، بمونن با بقیه اعضای خانوادهشون شادی بکنن. انقدر این 36 سال فشارهای مختلف رو اعضای خانواده های ایرانی آمده که واقعا احتیاج به این هست که زمان کوتاهی را حداقل با هم باشن و شادی بکنن، انرژی خوبی رو در خودشون ایجاد بکنن. بفرمایید، رو خط هستی؟ الو، با درود به شما. درود به شما عزیزم، بفرمایید. من ریان تماس میگیرم در روی پیشنهاد شما. من خواستم بگم آخرش برحال هر کار کنی ایرانی ها رو جون به جونشون کنی، برحال باز همه سر قبل سنه در میره. الان شما اینه تبلیغ کنی، فردا قرار میزن تو مسجد ها و امامزاده ها و قبل سنه ها کنجا جمع شد که اون طریقه که دارن این کار میکنن. واقعا آدم میمونه که این ملت چقدر افکار پوسیده ای دارن حقیقتا. یعنی متاسفانه بدبختانه برای کشور ما یه ده خودفروش ها هستن که فکر نمی کنه خب بابا ما 36 سال خودمونو فروختیم، از قبال جمهوری اسلامی هم نون خوردیم، به همه جام رسیدیم، ولی عاقبتمون چی میشه؟ عاقبت این بچه هامون نوه هامون چی میشه؟ بالاخره دوروری های ما میدونن که ما خود فروخته بودیم، که دوروری های ما که میدونن ما کی بودیم. بعد تو سر این بچه های ما نمیزنن در آینده که بریم پدرت مادرت خود فروخته بوده؟ نمیخوان دست بکشن از این کارها. واقعا هنوز تا لحظه آخر زندگیشون میخوان همینجور خود فروخته باشن، ملتشون رو بفروشن، کشورشون رو بفروشن، به هیچی، به هیچی. باعث تأسف یک کشوره، باعث بدبختی یک کشور و تأسفه. حقیقتا با این افراد چه میشه کرد؟ آقای روزبه، لطف میکنی یه موزیک خیلی قشنگی بود من گذاشته بودم در رابطه با دو جوان بود که میخوندن، اونو پخش کنیم، بعد برمیگردیم به تلفن‌های شما جواب میدیم. دوستان عزیز، با این پیشنهادی که من دادم لطف کنید صحبت کنید با دوستانتون، با اطرافیانتون صحبت کنید. من باز در برنامه آینده میخوام از شما که عقایدتون رو بفرمایید، ببینیم که آیا این کار خوبه یا نه. شادی همیشه خوبه، یادتون باشه شادی همیشه خوبه. سال نو هم مال ماست، مال جشن نوروز مال ایرانی هاست و میتونیم دم در خونمون بگیریم. عوض که تو خونمون بگیریم، دم در خونمون بگیریم. حالا اگه دوست دارید که بیایید به میدان ها، دوست دارید هر کاری بکنید،
بیرون از خونتون شادی رو به پا کنید که همگانی بشه، که همه بتونید با هم شادی کنید. مثل این دو جوانی که الان داشتم میخوندن، اینا چرا باید بشینن تو خونه و اینجوری برای خودشون بخونن و نتونن این هنری که در وجودشون هست عرضه کنن به ملتشون. شادی همیشه باعث اینه که آدم زندگی سلامتی داشته باشه. از خانوم مینوت واقعا تشکر میکنم، همیاری همیشه دارن به من و این برنامه. البته 80 دلار دوباره پرداخت کردن و از دوستان دیگه که قرار بود لیستشو به من بدن پرسد نشده. خانم مهناز رو تلفن هستن. من ازتون خواهش میکنم، ما رقبمون بسیار بسیار بالاست، نگذارید دوباره ما بشینیم و بگیم تلویزیون بسته خواهد شد. میبینید که همه دوستانی هم که میان رو خط، از هر جا که میان رو خط، واقعا علاقه دارن به این تلویزیون، برای که واقعیت ها رو میگه، با شما هست، برای شما هست. این سنگر رو نگهداری کنید که ما هم با خیال راحت بتونیم به این برنامه ها ادامه بدیم. این مسئله شب عید رو شوخی نگیرید، بسیار جدی بگیرید، با همه صحبت بکنید. من از تلویزیون های دیگه هم خواهش میکنم، از برنامه گذار های دیگه هم خواهش میکنم که اگر دوست دارن شادی به کشورشون برگرده، دوست دارن عید نوروز برای همه باشه، خواهش میکنم دنبال این برنامه رو بگیرن و اعلام بکنن. اگر همه با هم یه برنامه رو اعلام بکنیم، بهتر به گوش ملت ایران خواهد رسید. امید روزهای خیلی خوب برای تک تک شما و تشکر از آقای روزبه در اتاق فرمان، خانم نعیمه پیرنیا و خانم مهناز. امید اینکه هرچه بیشتر شما زنگ‌های تلفن اینجا رو به صدا در بیارید و همیاری خودتون رو اعلام بکنید. زنده باد ایران، زنده باد زن ایرانی. Thank you.